جیم کری، جیمز یوگن کری که ما او را با نام جیم می‌شناسیم، در 17 ژانویه 1962 در منطقه نیو مارکت کانادا به دنیا آمد. او در کودکی با فقر بسیار شدیدی دست و پنجه نرم کرد و به همین دلیل این اعجوبه دنیای کمدی نتوانست که تحصیلات مدرسه ایش را به پایان برساند و مجبور شد که برای امرار معاش خانواده کار کند. این ستاره هالیوودی در دهه‌های اخیر به دلیل دستاوردهای سینماییش از اعضای مراسم Canadian Walk of Fame و همکنون یکی از مهره‌های کلیدی سینمای هالیوود محسوب می‌شود که خود دارای سبک است و علاقه‌مندان زیادی هم دارد. جیمز نایسمیت یک مربی ورزش کانادایی آمریکایی و شخصی است که بازی بسکتبال را برای اولین بار اختراع کرد. او این بازی را در زمین بازی YMCA طراحی کرد و بعد از اینکه به مدت چند سال در زمین این بازی را آموزش داد، با تأسیس دانشگاه بسکتبال کانزاس این ورزش را به کانزاس هم معرفی کرد. سلندیون در 3 مارچ 1968 در ایالت کبک کانادا و در خانواده‌ای هنری به دنیا آمد. این خواننده کانادایی فرانسوی در دهه 1990 با آهنگ‌های پرطرفداری چون The Power of Love و Because You Love Me در صدر لیست خواننده‌های پاپ آن زمان قرار گرفت. همه ما هر بار که شاهکار معروف هالیوود فیلم تایتانیک را دیده ایم، با موسیقی خاطر انگیز آن My Heart Will Go On که ساخته ی همین آهنگساز و خواننده با استعداد است، غرق در لذت شده ایم. جیمز کامرون، کارگردان شاهکارهایی چون آواتار، تایتانیک و ترمیناتور. جیمز کامرون، فیلمساز معروف کانادایی، در عرصه فیلم‌های علمی تخیلی جایگاهی ویژه برای خود باز کرده است و صاحب سبک است. او که تحصیلات دانشگاهی خود را نیمه کار گذاشت، خودش به تنهایی به آموختن جلوه‌های ویژه پرداخت و فعالیت حرفه‌ای خود را با ساخت یک فیلم 10 دقیقه‌ای به نام زن و جنسیس آغاز کرد. بعد از چند پروژه‌ای که به عنوان مدیر جلوه‌های ویژه و دستیار کارگردان فعالیت کرد، با ساخت فیلم ترمیناتور یک جهش خارق العاده را پیمود. کامرون علاوه بر یک کارگردان، یک فعال محیط زیست و عضو شورای مشارکتی ناسا هم هست.